فصل هشتم. ای برادران، میخواهم از آنچه فیض خدا در کلیساهای مقدونیه کرده است آگاه شوید. آنها با زحماتی که دیدن سخت آزموده شدند و با وجود اینکه بسیار فقیر بودند، از خوشی فراوان پر شدند و این خوشی منجر به بعض و بخشش و سخاوتمندی بی اندازی آنها گشته است. من خود شاهد هستم که آنها به اندازه توانایی خود و حتی بیشتر از آن با میل به دیگران کمک کردند و با اصرار زیاد از ما خواهش کردند که در افتخار رفع نیازمندی های مقدسین شریک شوند. این کار ایشان بیش از توقع ما بود، زیرا اول خود را به خداوند تسلیم کردند و بعد طبق اراده خدا خود را در اختیار ما گذاشتند. پس ما به تیتوس که این کار را در میان شما شروع کرده بود اصرار کردیم که آن را به اتمام برساند. از این گذشته چنان که شما در هر امر دیگری از قبیل ایمان، سخندانی، درک حقیقت، جدیت و محبت نسبت به ما غنی هستید، می‌خواهم که در این امر خیر هم غنی باشید. این را به عنوان یک فرمان به شما نمیگویم، بلکه می‌خواهم با اشاره به جدیت دیگران محبت شما را بیازمایم. شما می‌دانید که عیسی مسیح خداوند ما چقدر بخشنده بود. اگرچه دولتمند بود، به خاطر شما خود را فقیر ساخت تا شما از راه فقر او دولتمند شوید. در این مورد عقیده خود را ابراز می‌کنم، چون شما اولین کسانی بودید که در یک سال پیش نه تنها مایل و راغب به کمک دیگران بودید، بلکه عملا این کار را کردید. اکنون به صلاح شماست که به این کار ادامه دهید و تمام کنید. آن زمان بسیار مایل بودید که این کار را انجام دهید و اکنون مطابق علاقه خود با میل این کار را به اتمام برسانید. اگر کسی واقعا مایل است کمک کند، خدا هدیه او را نسبت به آنچه دارد میپذیرد، نه مطابق آنچه ندارد. مقصودم این نیست که دیگران از زیر بار شانه خالی کنند و شما بار ایشان را به دوش بگیرید. خیر، بلکه میخواهم این یک عمل متقابل باشد. یعنی آنچه را که شما فعلا به آن نیازی ندارید، برای رفع نیازمندی های آنها بدهید تا روزی مازاد ایشان هم نیازمندی های شما را رفع نماید. به این وسیله مساوات برقرار می شود، چون که کتاب مقدس می فرماید او که زیاد جمع کرد زیادی نداشت، و آن که اندک اندوخت کم نداشت. خدا را شکر که او اشتیاقی نظیر آنچه من نسبت به شما دارم در دل تیتوس ایجاد کرده است. او نه تنها درخواست ما را قبول کرد، بلکه با شوق و ذوق و از روی میل خود میخواست پیش شما بیاید. همراه او آن برادری را که در تمام کلیساها به خاطر بشارت دادن انجیل شهرت یافته است میفرستند. علاوه بر این، او از طرف کلیساها مأمور شده است که همراه ما باشد و این کار خیر را برای جلال خدا و به نشانه حسن نیت ما انجام دهد. ما با نظارت بر امر جمع‌آوری و توزیع بخشش‌های سخاوتمندانه شما بسیار مواظب هستیم، مبادا کسی از ما ایراد بگیرد. آری می‌کوشیم نه فقط آنچرا که در نظر خداوند درست است انجام دهیم، بلکه آنچرا که مردم نیز می‌پسندند به عمل آوریم. برادر خود را که بارها او را آزموده و همیشه او را جدی یافته‌ایم با آنان می‌فرستیم. او اکنون به سبب اطمینان بزرگی که به شما دارد بیش از پیش مشتاق دیدار شماست. و اما تیتوس، او در خدمت شما یار و همکار من است و برادران دیگر هم که با او میآیند نمایندگان کلیساها و مایه جلال مسیح هستند. بنابراین محبت خود را به ایشان و در ضمن به تمام کلیساها نشان دهید، تا همه بدانند تعریفی که من از شما کردم بی اساس نبوده است.